بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از کل کلاس دو قرار داریم. خود شما به این جلسه سکشن هفت هفت شروع میکنیم و در این سکشن عنوانی که داریم بحث مومنت و سنتر آف گریویتیه، یعنی دو تا مبحث به اینجی باید در نظر گرفته بشه، یکی مبحث مومنت و یکی هم مبحث سنتر آف گریویتی. اینا هر کدوم چی هستن و چی کاربردی دارن و چی مواردی مربوطه به اونا میشه، اینا همی جزئیاتیه که ما به همین سکشن قراره بررسی بکنیم. اول اگر خواسته باشیم تصویری از قضیه پیدا بکنیم، به اینجا نگاه کنیم. شما در واقع این یک به اصطلاح وزن سبکتر و یک وزن سنگین تر از لحاظ جسامتی هم رقم دیده میشه. باز اینا تونستن این میله با حالت تعادل قرار بدن، یا ساده تر بگین این میله افقی قرار بدن. حالا چی باعث شده؟ به خاطر از اینکه دوران یا چرخشی که اینا ایجاد کردن به میله یکسان بوده، ای که وزن سبکتر بوده به یک فاصله بیشتر عمل کرده و ای که وزن سنگینتر بوده به یک فاصله کمتر عمل کرده تا تونستن هر دو تا این چرخش ایجاد کنن. مثلا میگم بر شما، اگر این فرق کلان یا مرد نمی بود، حالا این زن که اینجا ششته بود، این میله دور میخورد میاد پایین، خوبی باعث شده که او کار نشه. به این معنی که چرخشی که توسط از این خانم ایجاد شده دقیقا معادل به چرخشیه که توسط از این آقا ایجاد شده. اینمی چرخش هر میگن امی مومنت، دقیقا چرخشی که در یک جسم ایجاد میشه به مفهوم مومنتیه که در جسم ایجاد شده. حالا ما با استفاده از این مثال یا این شکل به این نتیجه رسیدیم که این چرخش یا مومنت دو تا عامل اساسی داره. یک عامل اساسی وزن از این نفر که سبکتر باشه یا سنگینتر، و یک عامل اساسی دیگه فاصله ای که این نفر یا این وزن قرار میگیره تا به نقطه چرخش یا نقطه اتکا. حالا بعدا باز میرسیم خود شما، زاویه هم به این قضیه اثر گذاره که این نفر قوهی که وارد میکنه بالای از این میله به چی به اصطلاح زاویه ای او قوه عمل میکنه. پس تا این حال ما و شما از همو دو تا مفهومی که در این سکشن هست، یکی از اینا به اصطلاح مفهومی یاد گرفتیم و بحث مومنت هست یا بحث چرخشی هست که یک جسم میتونه ایجاد بشه. برای این چرخش به چی بستگی داره؟ به قوهی که بالای جسم وارد میشه و به فاصله ای که او قوه عمل میکنه تا نقطه چرخش، و همچنین به زاویه ای که او قوه وارد میشه، که او زاویه رو خود شما باز بعدا بیشتر بررسی میکنه. بلاز فرمولی ایر چرخش هر به یالت آورده L1W1. L1 اینمو فاصله ای که او قوه وارد شده تا نقطه چرخش، W1 هم اینمو وزنه، W1 L1 این هم به همین شکل L2W2. حالا چون این میله کاملا افقی هست، پس در واقع چرخشی که ای به سمت خلاف عقربه ساعت ایجاد کرده معادل به همو چرخشیه که یکی دیگه به سمت موافق به عقربه ساعت ایجاد کرده. حالا میتونیم ما اگری بگیم L1W1 منفی روی طرف بیاریم L2W2 مساوی به صفر، یا ساده تر بگیم اگر می ایلر به ایکس نشان دین، در واقع جمع الجبری از اینا مساوی به صفره. این جمع الجبری همون جمع منفی شامل میشه. یا اینجگاه خود دو تا قوه بود دیگه، میتونه چندین تا قوه باشه، نگاه دو نفر بودن میتونه همزمان چندین نفر باشن. اینجگاهی که ما اگه در جسم چرخش ایجاد نشه، ما به این نتیجه میرسیم که مجموعه XW همون فاصله و وزنه. از چند تا چند هر چی که مهم باشن، یک تا این مساوی به صفره. این مجموعه چیه؟ مجموعه الجبریه. حالا اگر ما این اکسر
بیایم نظر به یک مبدا مثلا ده نظر بگیریم x منفی x بار نمودار واقع x که به اینجگاه هست، یعنی همون فاصله ای که او عمل کرده تا به نقطه چرخشی، میشه یک رابطه عمومی که از باز بعد نام استفاده میکنیم. این شد مفهوم به اصطلاح امی چرخشی که در یک جسم ایجاد میشه و x بار نمو فاصله ای که میتونه در واقع امو سنتروید یا به نوعی مرکز همو تغییر در جسم باشه. حالا اگر بیم ساده کنیم، ای اکس ضرب دبلیو یک بار میشه، منفی اکس بار ضرب دبلیو دیگه بار میشه، که ما میتونیم برات اکس بار میگردیم، یعنی برات فاصله اوسط میگردیم، میتونیم اور ساده کنیم اکس بار از این فرمول به دست بیارین، یعنی اینجی از اون فرمول پیشتر کیر به دست بیاریم، میشه میشه مجموعه x w بر مجموعه w. حالا گاهی وقتا وزنی کتله هم به یک جسم هست که باعث از تغییرات میشه، که اگر او کتله ملاک محاسبه باشه باز ای x w نمیشه دیگه، x m میشه، اینجگاه هم m میشه، که در واقع فرق بین همون سنتر آف گریویتی و سنتر آف ماسه. فعلا به این حالت که هست W که هست بریو میگیم سنتر آف گریویتی، اینجا ببینیم. حالا اگر او تبدیل به کتله بشه برای میگیم سنتر آف ماس، اینجا که با سنتر آف ماس فرق خودی از اونه که اینجا اکس ام به ماس، اینجا اکس دبلیو به گریویتی، دیگه فرقی نه از هم دیگر ندارن. اگزمپل شماره یکم متن میخوان متوجه باشن، نوشته که a system of weights W1 و W2 و W3 10 و 20 و 10 لبی 4 20 لبی W5 و 25 لبی is located along the line with point x مساوی منفی 6 و منفی 2 و 1 و 3 و 6. اینا همو x1 و x2 و x3 و x4 respectively به ترتیب. find the center of gravity با اساس این فرمول ببینیم مجموعه x w، یعنی x1 w1 جمع x2 w، ببینین x1 w1 منفی 6 ضرب 10 جمع x2 w2 x3 w3 x4 w4 x5 w5 تقسیم مجموعه w 10 و 20 و 10 و 20 و 25 که این را همه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم کرده از آخر شده 24 بر 17 فوت. این شد مفهوم سنتر آف گریویتی یا مرکز جاذبه برای جسم. حالا این چی کار میکنه؟ این در واقع همون نقطه ایه که میتونه همون وزن همون جسم رو برای خود خود متمرکز بسازه. مثلا شما در نظر بگیرین که یک پلیت، یک صفحه، ما میتونیم این پلیت یا این صفحه بروی یک نقطه نگاه داریم، ثابت نگاه داریم، این ولی همون نقطه در واقع همون سنتر آف گریویتی یا همون سنتر آف ماسیه که در همون وجود داره. خب اینجا به آخر به قسمت ریمارک گفته که حالا اگر او سنتر آف گریویتی نباشه سنتر آف ماس باشه، یعنی مو فرمول اکس دبلیو مجموعه میشه اکس ام به مخرج میشه مجموعه ام، یعنی در واقع مرکز کتله هم مثل مرکز وزن فرمولی. خب منطبع لحاظ ساختاری معمولا کتله که هست برای تمام موقعیت های، اما وزن که هست تنها در شرایطی که جسم در سطح زمین باشه، یعنی اگه وزن داشته باشه. مثلا شما در نظر بگیریم جسم رو بردیم به یک محیطی که جاذبه در اونجا بسیار کمه، خب طبیعیه که اونجا تحت تاثیر وزن قرار نمیگیره دیگه. حالا وقت تا تاثیر وزن قرار نگیره دیگه باز مرکزی هم برای وزن نیه دیگه، مرکز وزن در شرایطیه که جسم یک وزن داشته باشه. بنان اگه خواسته باشین نیرم به صورت به اصطلاح کلی تر بیان کنیم، مرکز وزن همیشه نیه، فقط در شرایطیه که جسم وزن داشته باشه، در سطح زمین باشه، اما مرکز کتله همیشه هست. حالا جسم در هر شرایطی قرار بگیره بازم امو ذرات خور از دست نمیده و یا به نوعی امو کتله جسم حتما موجود هست. خب به اینجا عنوان داریم به نام The Center of Mass of a Rod، مرکز
کتله یک میله، مرکز کتله برای یک میله چی قسم پیدا میشه؟ بریزی که ما بتونیم رابطه بریزی پیدا بکنیم یا فرمولی بریزی پیدا بکنیم، این مگر بیایم تبدیل کنیم به چندین بخشی، همین کار کرده. برای گفته شما بیان هر چوکی از این مثلا کتلی و هر بخشی که تبدیل میکنیم، کتلی رو بگین ام آی. حالا ام به اساس فرمولی که ما داریم کتله میشه کثافت ضرب حجم، از رو فرمول کثافت میشه کتله بر حجم، کتله میشه کثافت ضرب حجم. حجم هم حالا چون کراسکن از ثابته میشه مساحت ضرب مو دلتا ایکس یا ضرب مو ضخامتیه، که اگر ما بیان باز به اساس فرمولی که اونجا پیشتر گفتیم مجموعه ایکس ام مساوی به صفر از این کار بگیریم، این میتونیم در واقع مجموعه x x و x منفی x بار میشود ضرب در m مساوی به صفر، که این شکل t منفی x و x منفی x باره. باز به جا m میتونیم اینجا ایر بنویسیم که رو ضرب a ضرب دلتا x. هدف ما اینه که x بار پیدا کنیم. دیگه ایر باز ساده میکنیم، چه قسم یک بار t ضرب رو ضرب a ضرب دلتا x میشه یک بارم x بار، با اطراف تقسیم میکنین x بار پیدا میشه. x بار دقیقا نمو به اصطلاح همو x بار، یا به نوعی از لحاظ موقعیتی فاصله سنتروید رو محور x از مبدا بر یک جسم. حالا این فرمول این قسمت آخری صفحه باش که میگم که زوم کم کنم، یعنی فرمولی که ما اینجا پیدا کردیم، یعنی می رابطه در واقع رابطه برای دریافت همو اکس بار میشه. خب از او کرده باز اینجا سه چهار تا رابطه مختص داریم، از اینا بیشتر استفاده میشه. اینجا ببینیم اگزمپل 3 گفته فاین پیدا کنیم ان اکویشن یک معادله فور د سنتر اف ماس برای سنتر اف ماس راد تولیو ال و دنسیتی هم کانستانت، کراس سکشنی تغییر میکنه، کراس سکشنی از فانکشن تغییر میکنه. یعنی این شکلی ببینیم جنسیت یکسانه، اگه چوب باشه همه چوبه، اگه فلز باشه همه فلز، اگر هر چی باشه و جنسیت یکسان، این خود میشه دنسیتی ثابت. بعد کراس سکشن تغییر میکنه، یعنی یک جا لوک یک جا باری که من خود میله کم جگاه هست به اصطلاح چی وجود داره، زخامت اکسر تغییر میکنه، کراس سکشن فرق میکنه. حالا اگه ما خواسته باشین اکس بار از این پیدا کنه که برو محور اکس دقیقا به کجا قرار بگیره تا همو سنتروید رو تشکیل بده، باز از همون فرمول پیشتر استفاده میکنه، میشد مجموعه اکس دبلیو مساوی به صفر، یعنی صفر مساوی به مجموعه اکس منفی اکس بار ضرب ام، ام باز خوده میشد رو ضرب ای ضرب دلتا اکس، که یکی جمع تفریق کنیم، یعنی که یکی ضرب کنیم چیزی که بیشتر به شما گفتم این فرمول به دست میه x بار، یعنی باش کیرزوم کنیم که من که شما رو کتاب خوبا میشه ببینیم فرموله x بار میشه انتگرال صفر تا ال رو x رو x a x dx رو کثافت x امو متحول a x امو رابطه یک مساحت را جنس x نشان میده دی اکس متحول انتگرال ما و مخرجم رو ای اکس دی اکس، اما اکس مخرجم نداره تا که جزیاتی ها هسته. حالا در حد یک فرموله بیشتر چیزش ملازم نداریم. مورد بعدی هم که اینجا مطرح میشه بحث سنتر آف ماس آف پلیت. پلیت معمولا به حالتی گفته میشه که یک به اصطلاح صفحه یک ضخامت داشته باشه. پلیت پشتقاب اگه صفحه مثلا مستطیل شکل مکعب شکل یا هر صفحه دیگه، اگه برای از صفحه یک ضخامت ما بدین به نام x یا دلتا x، حالا همو پلیت یاد میشه. حالا اگر ما این پلیت رو نگاه ببینین، این صفحه و یه هم زخامتی. حالا اگر همی پلیتر ما خواسته باشین در یک فضای دو بعدی تحلیل کنین، ای هم باز یک سنتروید داره و ای سنتروید از ای هم باز یعنی اکس و وای داره، اکس بار و وای بار داره، چون بحث دو بعده یا بالاخره سیستم دو بعدی میشه دیگه، هم اکس داره هم وای.
ولی اگر ما خواسته باشیم امو اکس و وای از ایر پیدا بکنیم، ای دیگه نمی عنوانه که ما میخوانیم سنتروید آف ا پلیت اکس و وای، از روی فرموله که بیشتر ما شما گفتیم از این دو رابطه به دست میار. اکس بار میشه یکی بر ای، ای چیه؟ مساحت امو صفحه. حالا این مساحت را یا ما با استفاده از فرمولای ساده ای که داریم مثل مساحت بر مستطیل بر دایره بر مربع از اونها به دست میاریم، یا هم مساحت را از به اصطلاح روش انتگرال گیری که وجود داره برای از او پیدا میکنیم. حالا این بستگی داره که سوالی که بر ما داده میشه به چی رقم یک حالتی باشه. پس این میشه فرموله به دست آوردن اکس بار و وای بار همو پلت، یا اکس بار و وای بار همو صفحه ای که به اصطلاح یک ضخامت هم داره. اکس یا میشه یک بر ای یک بر مساحت انتگرال ای تابی اکس اف اکس منفی جی اکس اف اکس منفی جی اکس، همو دو تا تابی هن که همو صفحه احاطه کردن، اف اکس تابی بالایی جی اکس هم تابی پایینی. و از اون طرف دیگه وای باری از اون میشه یک بر دو ای انتگرال اف اکس مربع منفی جی اکس مربع او هم دی اکس. حالا با استفاده از این دوتا فرمول ما شما اگزمپل شماره چهارم و غیره کار میکنیم. اگزمپل شماره چهار، فاین پیدا کنیم the centroid of the region. سنترویدر از یک محدوده نوم از ریژیون چی باشه؟ آر، of the region آر. حالا این ریژیون چی کار شده باشه؟ باوندید، محصور شده باشه by the graph of y مساوی به جذر x and y مساوی به x مربع. همین محدوده خود گراف و y مساوی به جذر x و y مساوی به x مربع محدود شده باشه. خلاص شما چی رو پیدا کنیم؟ شما سنتروید رو پیدا بکنیم. ببینید اول ما مساحت رو کار داریم. مساحت شما قبلا نخوندین میشد انتگرال fx منفی gx. اینا که شما با هم مساوی قرار دین بین 0 تا 1 نقطه تقاطع اینا، اینا با هم مساوی قرار دین نقطه x مساوی به 0 و x مساوی به 1. پس هم دو نقطه 0 و 1 انتگرال اف ایکس منفی جی ایکس بالهای منفی پایینی، معمولا جذر ایکس بالاتر از ایکس مربع در این انتروال. پس این میشه مساحتی ایکس بتوانی یک بر دو، باز به همون شکل یک بر دو جمع یک، مخرج هم انتگرال یاد داریم بگیریم منفی ایکس مربع انتگرال میشه یک بر سه ایکس مکعب از صفر تا یک. یک بار یک میگذاریم یک بار صفر میگذاریم کم میکنیم، این میشه یک بر سه. مساحتی و شد یک بر سه. حالا به این فرمول x بار یا میشه یک بر مساحت یک بر یک بر سه که میشه سه انتگرال x اف ایکس منفی جی ایکس. یعنی اینجا ببینیم یعنی یک بر سه که میشه سه انتگرال صفر تا به یک x اف ایکس منفی جی ایکس دی ایکس. وای باری هم یک بر دو تا ای یک بر دو تا یک بر سه که میشه سه بر دو از صفر تا یک انتگرال اف ایکس مربع منفی جی ایکس مربع. اینا که ساده کنیم ای در واقع ایکس بتوان یک بر دو ای ام ایکس بتوان یک ضرب میشه میشه ایکس بتوان سه بر دو. ای ایکس بتوان سه بر دو که انتگرال بگیریم میشه دوی بر پنج ایکس بتوان پنج بر دو. منفی ایکس که خود ایکس بتوان دو ضرب کنیم میشه ایکس بتوان سه انتگرال میشه یک بر چهار ایکس بتوان چهار. یک بار یک یک بار صفر میگذاریم کم میکنیم میشه نوی بر بیست. دقیقا بو یکی دیگه هم به همین شکل این مربع میکنین میشه x خالی منفی x به توان 5 x به توان 4. باز که یک انتگرال میگیریم، یکی میشه x خالی میشه یک بر 2 x مربع، یکی میشه x به توان 4 میشه یک بر 5 x به توان 5. باز یک بار 0 یک بار 1 کم میکنین این باری عددی که به دست میه میشه 9 بر 20. بنابراین در واقع x بار و y بار همین شکل 9 بر 20 به شکل هم ببینیم همین شکله 9 بر 20 تقریبا این قسمت هم میشه. یعنی رو محور x هم به همون محدوده قرار داره و روی محور y هم به همون محدوده قرار داره. باز به همین شکل اگزمپل داریم. اگزمپل شماره 5، فاین پیدا کنیم the centroid of the quarter circle R. centroid از یک ربع یک دایره به دست بیارین ان رادیوس 4، شعای هم بشه 4.
و به فرست کوادرانت هم باشه، یعنی به نوحی اول باشه. ما اگر نگاه کنیم که نوحی اول اول ای جسم چه قسم میتونه قرار بگیره، بعد ما میگن اول میگن مساحت. مساحت میشد که یک را در فرمول انتگرال کار بکنه، یک رام نظر به شکل پیدا کنیم که این نظر به شکل راحت تر اگه گفته که دایره که باشه مساحتی و میشه پای آر مربع. حالا یک رو به دایره ما بکار داریم، پس میشه یکی بر چهار پای آر مربع. اینجا ببینیم یکی بر چهار پای آر مربع، آر هم از چهار کی تقسیم کنیم میشه 16 بر چهار یا چهار. بعد اکس بار میشد یکی بر ای یکی بر چهار تا پای انتگرال اکس اف اکس منفی جی اکس. اکس از فرمول اف اکس خود همی تابع جی اکس، هم وای وای یک محور وای مساوی به صفر میشه که نمی نویسه. و همین شکل یک بر دو ای انتگرال اف اکس منفی جی اکس و ضرب اف اکس مربع منفی جی اکس مربع میشه خود وای باری هست. خب یکی ادامه ای سادیه دیگه، در اصل ای شمزه منفی اکس مربع باید یو فرض بشه، باز اکس دی اکس میشه دی یو، که ای خود از این پروسه یک شما به چپتر 5 و 6 کامل بخوانده. و در آخرین اگزمپل هم در سکشن عنوانی که داریم هست فاین پیدا کنیم the centroid of the region R، سنتروید ساحه آره. باز ای ساحه کجا باشه؟ کامان مشترکه تو بود ده سرکل اکس برای جنبه برام سایب نو، نقطه مشترک بین اکس برام جنبه برام سایب نو و همچنین سرکل اکس منفی دو کل مربع جمع وای مربع مسایب نو. چیزی که از شواهد پیدا اینه که هر دو تا همین دایره هایی که اینجا داده شده اینا به لحاظ موقعیتی مراکز اینا بالا محور اکس قرار داره. بعد یکی از یکی از صفر شروع شده و یکی از نقطه دو شروع شده، پس به این معنی که بین صفر و دو همون نقطه که اینا هم دیگر مشترک دارن، بین صفر و دو هم یک دیگه، پس نقطه وسطی از اینا یک، بنابراین اکسی و میشه یک، وای هم میشه صفر، چون که هیچ کدوم وای نداره دیگه رو محور، وای هیچ کدوم از اون بالا و پایین قرار نگرفت. بنابراین نقطه یک خود نقطه صفر میشه یعنی یک خود صفر میشه اکس بار و وای بار، همی دوتا نقطه یا همی محدوده. ای هست به اصطلاح مفهومه سنتر آف ماس و سنتر آف گریویتی برای حالت هایی که به اصطلاح استفاده بشه. بعد سکشن 7 سوالاتی داره که شما کار میکنیم و باز انشالله به سکشن 7-8 ما شما ادامه درس میکنیم. خیلی باشه.